واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت که برای بررسی حمله تلافی جویانه آمریکا به گروه های نیابتی تهران برگزار شد گفت که هدف جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا عملا داغ کردن تنور انتخابات آمریکا در سال جاری است او ادامه داد که اقدام واشنگتن هیچ توجیه قانونی ندارد واشنگتن، که از مسئولیت خود لذت میبرد به ترویج هر ویرانی در خاور میانه ادامه میدهد. بزرگترین عملیات ایالات متحده در منطقه از سال 2003 که به دستور جو بایدن به عنوان اقدامی تلافی جویانه به حمله پهپادی با منشأ تایید نشده به پایگاه غیرقانونی آمریکا در سوریه انجام شد هیچ توجیهی ندارد ارزیابی ما این زورآزمایی را ناشی از تاثیرگذاری بر چشمانداز سیاسی داخلی در آمریکا و در چارچوب اصلاح تصویر فاجعه بار اقدامات دولت کنونی آمریکا در عرصه بین الملل می داند و عملا برای داغ کردن تنور انتخابات آتی است این بدیهی است که این گونه اقدامات می توانند منجر به تشدید بیشتر تنش های بین المللی و منجر به مرگ غیر نظامیان شود امریکه برای استراتژیستهای های واشنگتن نگران کننده نیست پس از کشته شدن سه سرباز آمریکایی در اردن در حمله‌ای که واشنگتن شبه نظامیان مورد حمایت ایران را مسئول آن می‌داند، ایالات متحده روز جمعه حملات هوایی را علیه دهها هدف مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه‌های نیابتیشان در پایگاه‌های این گروه‌ها در سوریه و عراق آغاز کرد. رابرت وود معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در این جلسه تاکید کرد که اقدام آمریکا در چارچوب بند 51 منشور ملل متحد در زمینه حق دفاع از خود است. او همچنین به جمهوری اسلامی هشدار داد که دامنه درگیری در خاور میانه را فراتر از جنگ اسرائیل با حماس در باریکه غزه گسترش ندهد. پرزیدنت بایدن تصریح کرده است که این حملات آغاز پاسخ ما به حملات مرگبار به برج 22 در شمال اردن بود. همچنین میخواهم تاکید کنم که این حملات جدا و متمایز از حملات اعتلاف در یمن است که در پاسخ به حملات غیرقانونی حوسی های مورد حمایت ایران به کشتی های دریایی و کشتی های در دریای سرخ بود. اجازه دهید واضح بگویم زمانی که ما فعالانه برای مهار و کاهش تنش درگیری در غزه تلاش میکنیم ایالات متحده تمایلی به درگیری بیشتر در منطقه ندارد و ما به دنبال درگیری مستقیم با ایران نیستیم اما ما به دفاع پرسنل خود در برابر حملات غیرقابل قبول ادامه خواهیم داد. امیر سعید ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل متحد اقدام آمریکا را غیرقانونی و غیرقابل توجیه دانست و آن را محکوم کرد. All of the resistance group in the region. همه گروه های مقاومت در منطقه مستقل هستند و تمامی تصمیمات و اقدامات آنها در چارچوب حقوق مشروع آنها و بر اساس قوانین بین است که به حضور غیرقانونی آمریکا در سرزمین های خود معترض خواستار توقف نسکشی در غزه و پایان دادن به اشغال سرزمین های فلسطینی است. بنابراین هر گونه تراش برای نسبت دادن این اقدامات به مقامات ایران یا نیروهای مسلح ایران گمراه کننده بی اساس و غیر قابل قبول است ایران هرگز به دنبال کمک به سرریز شدن درگیری در منطقه نیست جمهوری اسلامی سال هاست که میگوید تأمین کننده مالی و تسلیحاتی گروه های شبه نظامی در عراق، سوریه، یمن و لبنان تحت چتر جبهه مقاومت است. پس از حمله مرگبار حماس در نیمه مهر ماه به اسرائیل مقامات تهران میگویند که از این حمله خبر نداشته و گروه های نیابتی در منطقه ندارند اشکان سلطانی صدای آمریکا